نخست وزیر بلژیم در یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل با حامد کرزی دیدار کرده است. هرمن ون رومپوی که ریاست دائمی شورای اروپا را نیز عهده دارد، ترکیب کابینه پیشنهادی آقای کرزی را برابر با انتظارات جامعه جهانی اعلام کرد. رئیس جمهور کرزی نیز با دفاع از تصمیمش در مورد کابینه آینده کشور از منتقدان خود خواست تا صبور باشند و پیش داوری نکنند. این مرد نخستین سیاستمدار اروپایی است که یک روز پس از اعلام رسمی کابینه جدید از سوی رئیس جمهور کرزی با او دیدار میکند. هرمن ون رومپوی نخست وزیر بلژیک در یک سفری از پیش اعلام نشده ظهر امروز وارد کابل شد. آقای ون رومپوی که همزمان ریاست دائمی شورای اروپا را نیز بر عهده دارد، از تصمیم حامد کرزی و ترکیب کابینه اعلام شده او استقبال کرد. برای جامعه جهانی در کل به ویژه بلژیک انتظار دارد تا تلاش ها برای حکومتداری خوب ادامه یابد و فساد هم یک مسئله مهم برای ماست. بنابراین ما از عمل رئیس جمهور کرزی و کابینه او در رفتن به مسیر درست حمایت میکنیم. این دیدگاه است که بیشتر همپیمانان غربی آقای کرزی اما با احتیاط بیان کرده اند. واکنش ها در داخل کشور اما طور دیگر است. از زمان معرفی کابینه به ولسی جرگه در مورد موفق عمل کردن آن پرسش های مطرح شده است. پاسخ بالاترین مقام اجرایی کشور در این مورد چیست؟ کوشش عظیمی خود کردیم که کابینه ما از افراد باشه که بتونن کار کنن و خدمت مردم افغانستان برای اهدافی که ما برای افغانستان داریم کرده بتانند. در این حال کوشش کردیم که کابینه باشه تا آینه مردم افغانستان باشه. این تنها کارآمدی و حضور افراد غیر متخصص در کابینه نیست که واکنش ها را برانگیخته است. حضور کمرنگ بانوان در کابینه خشم زنان را برانگیخته است. رئیس جمهور اما از منتقدان می خواهد تا صبور باشند. خواهرهای دیگه هم به کابینه معرفی میشن. ما در نظر داریم که خصوصا یک وزارت مبارزه با بی‌سوادی را ایجاب کنیم تا با بی‌سوادی جهاد و مبارزه شده باشه که از مشکلات مهم و بزرگ افغانستان است. اگر شورا با امرای ما موافقه کند. بلژیک یکی از کشورهایی است که در افغانستان حضور نظامی دارد. نخست وزیر این کشور بر ادامه تعهدات نظامی و ملکی دولتش در قبال افغانستان در دراز مدت به هدف استراتژیکی تأکید کرد. دلیل این که چرا بلژیک تصمیم گرفته تا کمک های نظامی و انسانی خود به افغانستان را افزایش دهد، پیشبرد هدف دوگانه نبرد با دشمن مشترک ما که مردم افغانستان، آموزگاران، فعالان حقوق بشر و کسانی که برای ایجاد جامعه باز و مدرن کار میکنند را هدف قرار میدهند و در کنار آن به کارهای بازسازی نیز میپردازند. استراتژی که دقیقاً باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز در راهبرد تازه خود برای افغانستان آن را دنبال میکند. گزارش بوده از سلیم شفیق. و اما از هلمند، نرخ مواد خوراکی و سوختی در هلمند نسبت به سایر ولایات نازل تر است. وضعیت امنیتی نیز در این ولایت قناعت بخش خوانده می شود. جزئیات بیشتر را در صحبت تلفنی همکارم عبدالوکیل هوشمند با سخنگوی والی هلمند می شنویم. آقای احمدی، در مورد وضعیت عمومی مردم در ولایت هلمند صحبت بکنین، از لحاظ سردی و مواد خوراکی و غذایی چگونه است به این ولایت؟ ولایت هلمند از لحاظ به هوا فعلا هوای خوب داره، به خاطر اینکه هلمند یکی از حالات خاصی که به خصوص خود خود داره که او هوای زمستانش است که بسیار خوب برای همه دلنشین است. خود در بعض ولسوالی ها مثل ولسوالی های باغران اونجا طبعا کنشین است کو داره اونجا هوا سرد می باشد. خب او قسمه که در دیگه ولایت هست، چون هلمند یک ولایت گرمسیر است، به اینجا طبق معمول زمستان هوا خوب
به این ولسوالی‌ها که شما نام بردین راه های مواصلاتی باز است یا بند است؟ شما خوب می‌دانید که هلمند یکی از ولایت با امن کشور بود و حال روز به روز بهتر اینا تأمین میشه و کوشش میشه که راه ها باز شد و با ولسوالی ها امنیت تأمین دمی سال تمام راه ولسوالی های نادلی ناوا و اینا امن شده سال قبل نمیشد که مطمئن آدم برای در هر صورت اندکترین خطری تو بعضی اوقات موجود است طرف دشمن جاسازی ما این است که بعضی اوقات تهدید میکنه. با فرارسیدن فصل سرما و به خصوصی که مردم از لحاظ مواد سوختی زیادتر آمادگی میگیرن، قیمت های تیل و گاز و غیره وسایل سوختی و مواد غذایی تا چه حد دست داده ولایت هلمند؟ در اینجا عموما مواد نفتی و تیل و گاز اینا تأثیرات خود داره، تأثیر خود داره. خب نظر به ولایت دیگه یک افغانی فرق داره که اینجا باید پایین باشه همه چیز. برخورد نهادهای امنیتی با مردم و همکاری مردم چقدر با پلیس و روحای خارجی که مستقر در ولایت هلمند است؟ برای بازسازی و نوسازی پلیس در هلمند بسیار به شدت کار جریان داره که به خاطر تربیتشان همیال در هلمند در لشکرگاه بار به همو مراکز تربیه پلیس در هلمند در قندهار و در هرات که هستن به اونجا میرن اونا تربیه میشن پس میان با وظایف خود ادامه میتن که همی تربیه که میشن و همی پروگرام تربیهی که در قندهار و هرات در اونا داده میشن یک تاثیر بسزا و مثبت خود داره که روز به روز در خورد پلیس با مردم خوبتر میشن. موارد بود که دشمن با اینجا بجا کرده بود و مردم پلیس خبر شد که اونا باز ماینا را خونسا کرده بود. در هلمند هم تاثیرات خود داره فرارسیدن این سردی. مریضی ها چطور است و شفاخانه ها هم آمادگی خود گرفته در این مورد یا خیر؟ بدون شک که زمستان در مجموع تاثیر خود در هر جای داره، تابستان هم چنان مردم بالکل آمادگی خود دارن و اونا همون زندگی نرمال خود را پیش میبرن. طبعاً کوشش میکنن که همون مواد که در زمستان بکار میره او را آماده بسازن برای خود.